سلام، عرض ادب و ارادت خدمت یاران دماوند. اینجا رادیو یا کانال دماونده که از شما میخواییم از ابتدا که سابسکرایب بکنین، به دوستان معرفی کنین و لایک رو فراموش نکنین. امروز پنجشنبه است. طبق قرار قبلیمون که قرار تاریخ رو ادامه بدیم، یادمون باشه که جلسات قبل به اونجا رسید که کوروش بابلان رو تسخیر کرد. بابلان میشه عراق امروزی و برگشت با موفقیت اونجا رو تسخیر کرد و برگشت. 9 سال بعد از جنگ و بکش بکش و اینا کشته میشه و جنازه کوروش به پاسارگاد طبق این تاریخ برمیگرده که همچنان میگن جنازه آقای کوروش در پاسارگاده. حالا امروز ادامه این تاریخ رو میشنویم. نظرات شما رو منتظریم. انتقادی دارین به من به نویسنده تاریخ، اگه انتقادی هست بفرمایید، که اگر زنده باشن حتما من پیام شما رو انتقال میدم، اگرم نیست که دیگه خدا رحمتشون دستش از دنیا کوتاست، انتقادی هم نمیتونیم بهشون بکنیم اونا. ولی اون چیزی که هست باعث میشه که ما یه ذره بیدار بشیم که واقعا این تاریخ سراسر جنگ و خونریزی و مقاومت برای بقا، مقاومت برای زندگی، مقاومت برای حق و زیبایی، این کشور رو تا اینجا به دست ما رسونده. وظیفه ما چیه از این به بعد؟ ما باید چه کار بکنیم؟ واقعا ممنوندار اوناییم که تلاش کردن این کشور زیبا رو به ما دادن، به دست ما رسوندن، یا اینکه نه، حالا که رسوندن ما باید چه کار کنیم؟ این وظیفه نیست که امانتی رو که از گذشته ها گرفتیم به آینده رو تحویل بدیم، که واقعا باید این کار بکنیم. اختصار یه نگاهی بکنیم. یه قانون بردن توی مجلس که حتی مجلس گمو که رضا شاه گفته بود، حتی که حرف بدی زده بود، گفته این مجلس تبیله است، شاه هم که اصلا قبولش نداشت و خمینی هم که حکم حکومتی داد و هر وقت اراده میکرد مجلس، مجلسی که نیست که، ولی برای این نیم بند که رئیس وقت مجلس رئیسش دوز و اختلاسگره، تو منتظر چه اتفاقی هستی؟ قرار چی بشه واقعا تو مجلس غیر دوزی؟ قرار اتفاق دیگه هم بیفته؟ میگه که آنچنان محکم ایستاده. این محکمشو خیلی جالبه، یعنی معلومه که نهایت واقعا بی سوادی. کوروش روحت شاد، بلند شو یه نگاه کنی جایگزینه و جانشینه تو کیا هستن. آقای قالیباف، محملباف، نمیم پارچهباف، او یکی جمع جواد ظریف، بچه بزاز، چه کسای کوروش، کشوری که کوروش جونشو داد با اون تلاش و مقاومت، به دست کیا رسیده الان کشوری با این عظمت؟ ولی مطمئنم که ما ایرانیا بلند میشیم، ما ایرانیا احساس وظیفه میکنیم، ما ایرانیا واقعا سرنوشت خودمون رو خودمون به دست میگیریم. قرار نیست به یه سری بیلیاقت مثل من، جماد ظریف و قالی باف و اون جسم ناقی، جسم ناقص منو کشته، به جان خودم این جسم ناقص اصلا محشره. پس بیدار میشیم توی امریکا. آها، چرا اینو گفتم؟ یه قانون دارم یا مجلس که آقا معلومه دیگه نفت نمیتونه بفروشه، پول مزدورای چیز و یمنی و لبنانی و عراقی و سوری رو دیگه نداره بده، اداره خودش هم نمیتونه، با مخواهی تو دست بکنه جیب مردم بیشتر از نه دیگه، چی نمیم تایی جیب ملت ایران چی مونده که بقیهش هم میخواه بره اینو اگه یه سنار درشوی هم از اونم جمع کنه ببره. میگه که اگه کسی سن 28 سالگی به بالا ازدواج نکنه، بعد 28 سالگی 1/4 اموالش رو، درآمدش رو باید بده به دولت، حالش رو ببر. بهتر از این داشته میتونستی خبر پیدا بکنه؟ حالا اگه کسی فلج باشه، ناقص باشه، نتونه ازدواج کنه، چی میشه دیگه؟ هیچی. مهم اینه که این روباه بنفش بعد درآمد چه میدونم خودش و اطرافیانش در بیاد. حالا اینم یه قانون، قانون نیست، یه طرح بردن به مجلس که در سن 28 سالگی ازدواج اجباریه. امریکا هم وارد دوازدهم روز چیز درگیری ها و اعتراضات شد که آقای پلیسی زانوشو گذاشته بود روی گردن یک سیاه‌پوستی به اسم جان، خدا شاهده دوباره یادم رفت، جان فروید،
جان فروید که کشته شد. جان فروید کی بود؟ جان فروید قبلا یه مقداری سابقه خدا رحمت کنه و دستش از دنیا کوتاه است. پلیس هم جنایت کرد، هر کاری هم کرده بود، برای جرمش کشیده بود. قبلا ظاهرا یه سری درگیری‌های مسلحانه داشت و بعدش هم پرنستار بود، شغلش خلاصه به شخصیتی بود برای خودش، حتی کار خلاف هم داشت. اشتباه یا درست، اشتباه درستش از جرم اون پلیس جنایتکار چیزی کم نمیکنه، کشته شد توی وضعیت. تا اینجا اتفاقی محکوم شده، باید محکوم هم بشه. خب به صورت سیویلایزد، چون رو منظوری که کشته نشده، حالا یه نفر توی سیستم کار بدی کرده، قرار که یه کشور تام بده، کار بدیه، محکومه. خب حالا اینو داشته باشیم که الان 12 روز ملت تو خیابونن، منهای یه سری جنایتکار، یعنی این همون مدل اون پلیس ولی این بریش مقابلش، که ریختن مغازه رو میشکونن، آتیش پرت کنن این بربر، یعنی یه سری واقعا جنایتکار از نظر ذهنی روانی، که باید اینا تو تیمارستان واقعا 5-6 ماه هر کدومش برن تیمار بشن، سر سامون پیدا کنن. واقعا از نظر روانی اینا مشکل دارن، مگر اینکه اعتراض مدنی یا خب میای تو خیابون بعد میریزی مغازه یا بدبخت و خون دل خورده تو یه چیز جمع کردی میریزی میشکونی، شیشه مغازه رو میشکونی، آخه کجا بیاری جبران بکنی؟ جنایت این بده، همونقدر که کار اون پلیس بده، تو هم دست کمی از اون نداری، اونجوری تونست آدم بکشه، تو هم اینجوری همینقدر زورته، تو هم اگه باشی مثل اون آدم میکشی، فرق نمیکنه. خب ولی یک مدال باید به پلیس امریکا داد، برخلاف اینه که خیلی ها میگن بده هر چیزی، ولی واقعیتش یک مدال جهانی، یک مدال انسانی باید به سیستم پلیس امریکا و سیستم دموکراسی امریکا داد. این همه تخریب، این همه وحشیگری از طرف یدی وحشی. ببین یک نفر کشته نشد، خبر هست که 60-70 نفر پلیس زخمی شدن، احتمالا یکی یا دو تا هم کشته شده، پلیس کشته شده، 60-70 نفر پلیس زخمی شده، ولی تو این 12 روزه که واقعا کشور رو رسوندن به این جنگ جهان سوم، چه کار کرده بودن که کلیپاشو میبینیم، یک دونه شهروند کشته نشد، که واقعا باید به این افتخار کرد، این سمبول دموکراسی، این علائم دموکراسی، آزادی، حق بندی، سیستم سلامت رو به این میگن. ظرف 2-3 روز جسم ناقص 6,000 تا رو تو خیابونا کشت، در حالی که تظاهرات امریکا رو میبینیم که چقدر خشونت بود، چقدر وحشیگری بود توش. تظاهرات ایران تظاهراتی با سکوت بود، یعنی کسی دست از پا خطا نمی کرد، یه تظاهرات ملامت‌آمیز بدون شعارهای، حتی شعارهای تندم نمی دادن، نه جای تخریب شد، نه جای شکوندن. 5-6,000 تا ظرف 2-3 روز کشت پلیس جسم ناقص. وقت امریکا به این صورت زیبا پلیسش تونست واقعا با اختشاشگرا و با اونایی که مدنیت رو واقعا پیگیری میکردن، عدالت رو پیگیری میکردن، با هر دوتا گروه با کمال صلابت و آرامش برخورد کرد و تقریبا کشور رو به حالت عادی برگردون. این فرق این دوتاست. حالا جسم ناقص، چون آخونده، آخونده یعنی پر رو، دریده، بقی، ولایت بقی هن اینا، واقعا نه ولایت فقی، اینا بقی هن، میگه اونجوری حمله میکنه، اون کاری ندارم، پروندش مشخصه، تکلیفش برای ما و شما روشنه، مشکل ما با ما داریم، ما و شما با ما مشکل داریم. شنیدم توی مشهد یه سری رفتن عکس این چیزو جان فروید رو اومدن گرفتن دست و شب شم روشن کردن تو مشهد و گفتن که شهید اعلامش بکنیم، حقا که همون شهیدم باید اعلامش بکنه جسم ناقص. یا توی تهران میرداماد شنیدم اومدن شم روشن کردن. به این خیلی خفته، احترام به کسی که ناحق کشته شده حتما محفوظه، حتما جایگاه داره، ولی من نمیتونم بهت بگم انسان، ای حیوان که تو شم روشن کردی، تو یه هفته قبلش رومینا را داشتی که با وحشیانه ترین شکل کشته شد، با داست. داست چیزی نیست که یه لحظه که زانوش گذاشت تمی گلوش کشته بشه، با اون
وضعیت. داست یعنی تا وقت سرش از تنش جدا کرد اندازه 100 سال نوری اون بچه زج کشید زیر داست این جنایتکار جسم ناقص. تا اگر شرف داری که شرف نداشتی، اگر شرف داشتی برای رومینای شم روشن میکردی، نه برای جورج فروید. جورج فروید به اندازه کافی حمایت کننده داشت، کار تو هم به جای خودش ارزشمند بود. اگر اول برای رومینا شم روشن میکردی، اگر اول برای خانم آسیه پناهی شم روشن میکردی، کار تو ارزش داشت. وگرنه که یه حیوان به تمام معنای درنده، درنده خوی که همون این سگای خامنه‌ای است که باید پاچه بگیری. با پوزش هدی که یه مقداری تون رفتم، ولی این لیاقت اون نایی بود که برای حمایت از جورج فروید شم روشن کردن، چه در تهران و چه در مشهد. چراغی که به مسجد رواست، به خونه رواست، به مسجد حرامه. تو اول بیل زنی بیل به خودت بزن، شخصیت پیدا کن، دنبال جسم ناقص دیکتاتور قرون وسطایی وحشتناک وحشی نرو، چون این دیگه پایان عمرشه. اگه خودش هم بکشه، 100 بار با ترامپ ملاقات بکنه، 100 بار بره مثل اون قرارداد برجام که 105 تا تعهد داده بود 2500 تعهدم بده، کاری از پیش نمیبره. این تمومه برای که جسم ناقص فکر فرتوده داره، فکر تخریب داره. این فکر تخریب و خرابش به انتها رسیده، چاره نداره غیر از این که تسلیم بشه. تسلیمم شده. مشکلی که ما داریم، من و تو باید بلند شیم که این وضعیت رو به پایان ببریم. اگر که بلند شیم، تموم شده، رفته. پس بریم اخبار چیزو خدمت شما عرض کنم که تاریخ رو بررسی کنیم. فکر بکنم این مقداری تند رفتیم، بازم به بزرگی خودتو ببخشین، ولی انشالله که در خدمتو باشیم دیگه، تاریخ رو بشنویم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. بخش 3 تاریخ ایران و بخش 4 رو میشنویم با هم. و جسد وی به پاسارگاد منتقل و در مقبره‌ای که هنوز هم باقی است دفن شد. این بخشی از تاریخ روز قبل بود که پاسارگاد به جنازه کوروش به پاسارگاد انتقال داده شد بعد از 9 سال از فتح بابلون یا عراق امروزی. بخش 3 رو میشنویم و 4 که بازم در خدمت هستیم و انشالله با هم صحبت خواهیم کرد راجع به این موضوع. لطفاً دماوند رو سابسکرایب بکنید، لطفاً به دوستان معرفی بکنید، لطفاً انتقادی هم داریم بگین، جای خوشتون نمیاد زنگ بزنین، ایمیل بدین، تماس بگیرین، چه از اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب پخش میشه. همه دوستان صاحب اختیار کامل هستن که نظرشون رو بیان کنن. ادامه تاریخ. امپراتوری ایران و یونان. قشونکشی ایرانیان به مصر در حیات کوروش طرح‌ریزی شد و کمبوجیه جانشین او با قشونی که همواره فاتح و پیروز بود به عزم توسعه سرحدات ایران و بست آن تا سرزمین آفریقا حرکت کرد. حاکم مصر بدون شک متوجه پیشرفت‌های ایرانیان بود و قبلاً شکست و سقوط لیدی و بابل را در مقابل رهبر نیرومند ایران دیده بود. مصری‌ها در جنگ و جدال مهارت کافی نداشتند و در حقیقت نفرات جنگی قوای مصر را همان یونانیانی تشکیل می‌دادند که در استخدام دولت مصر بودند. حکومت مصر با جزیره نشینان یونان ائتلاف کرد.
ولی در بحبوحه بحران حاکم کار آزموده این مملکت درگذشت و فرزند وی یکه و تنها ماند و سربازان یونانی و متفقین پدر نیز او را ترک گفتند. تنها چیزی که در حفاظت و صیانت مصر در مقابل دشمن عامل مهمی به شمار می رفت بیابان وسیعی است که در حدود 150 مایل وسعت دارد و کمبوجیه به فکر بود چگونه آب و آذوقه برای قشون تهیه کند. در این زمان یکی از سرداران یونانی که در استخدام دولت مصر بود پادشاه خود را ترک گفت و رؤسای قبایل عرب را به جمع آوری مشک‌های آب در نقاط مختلف تشویق کرد و بدین وسیله مشکل پادشاه ایران را حل کرد. سپاهیان ایران از بیابان گذشتند و در پولوسیوم مصریان را شکست دادند. گرچه سربازان یونانی با بیباکی و با منتهای رشادت جنگیدند ولی بالاخره ایرانیان عده بیشتری را مغلوب و متفرق ساختند. کمبوجیه فوری عازم ممفیس شد. ایران در این موقع بزرگترین حکومت دنیای وقت به شمار می رفت، یعنی از سرداریا تا نیل و از خلیج فارس تا دریای سیاه امتداد داشت. کمبوجیه در 521 قبل از میلاد خودکشی کرد و مغی موسوم به گیوماته اریکه سلطنت ایران را اشغال کرد. این شخص ادعای برادری کمبوجیه را داشت و خود را بردیا می نامید. در حالی که کمبوجیه قبل از حرکت به سوی مصر بردیا برادر خود را به قتل رسانده بود. گیوماته مدتی نظر مردم را به خود جلب و با فراغ بال سلطنت کرد تا اینکه داریوش از مصر بازگشت و به یاری رؤسای اشایر به قصر مدیاره شد و واسب را به قتل رساند. در این موقع اساس سلطنت ایران متزلزل شده بود، زیرا ایرانیان گیوماته قاصب را پذیرفته بودند، چرا که بی از میزان مالیات‌ها کاسته بود. در این میان حکام ولایات در صدد برآمدند که از ملایمت وی سوء استفاده کرده یکی بعد از دیگری استقلال خود را اعلام کنند. بنابراین مردم ولایات دوردست به صدا درآمدند. اهالی ایلام و بابل و ماد نیز طغیان کردند، ولی از آنجایی که داریوش فردی نظامی با عزم و اراده و توانا بود در مقابل مشکلات مقاومت کرد و پس از 3 سال که با بیباکی و در کمال رشادت به کارزار با دشمنان خود پرداخت آنان را مغلوب کرد و بی‌رقیب بر تخت سلطنت ایران و اریکه کوروش نشست. در نقوش برجسته تصویر داریوش دیده می شود که با خرسندی پای چپ خود را روی گیوماته گذارده و چند نفر دیگر از مدعیان سلطنت نیز دست بسته مقابل او صف کشیدند. کوروش سلحشوری فاتح بود و داریوش مدیری لایق که از پرتو افکار صائب خیش مملکت را به ایالات و ولایات مختلف تقسیم کرد و هر یک را به دست یک ساتراپ واگذار کرد. اختیارات ساتراپ از سوی یک سردار و یک مستشار محدود می شد و هر 3 نفر توأمن به پایتخت گزارش می دادند. همچنین مأمورین مخفی عالی رتبه نیز برای تفتیش عملیات ساتراپ ها و مصادر امور فرستاده می شدند. وصول مالیات ایالات و ولایات نیز به همان ترتیبی که امروز متداول و معمول است، بخشی نقدی و بخشی جنسی بود و جمع کل مالیات نقدی معادل 3.5 میلیون پوند انگلیسی بود که در آن ایام مبلغ گزافی به شمار می رفت. سلسله هخامنشی بدبختانه مقداری طلا برای ضرورت ذخیره کرده بود که این خود مانع توسعه و ترقی کسب و تجارت بود. داریوش دریک را به طلا و سیکل را که مشتق از کلمه شکل ابریست به نقره سکه زد و نکته جالب توجه این است که پوند و شلینگ انگلیسی
درست مطابق تقسیم بندی همین مسکوکات است. تشکیلات لشکر خالی از اشکال نبود. داریوش نگهبانان مسلحی داشت که مرکب از 2000 سواره و 2000 پیاده نظام بودند و علاوه بر این قشونی شامل 10000 نفر به نام فناپذیران را نیز در خدمت داشت. شمار زیادی از سربازان ایرانی و مادی نیز در مراکز مهم گوش به فرمان بودند. در مواقع لزوم نیز عده زیادی را از هر ناحیه جمع آوری می کردند که زبان و تجهیزات جنگی آنان با یکدیگر تفاوت زیادی داشت. بدیهی است یک چنین سربازانی که فاقد انتظامات صحیح بودند نمی توانستند در مقابل عده کمی از یونانیان مسلح و با انضباط مقاومت کنند. داریوش به اهمیت وسایل ارتباطی به خوبی پی برده بود. در طول شاهراهی که از سارد به شوش امتداد داشت، اسب و لوازم ضروری یافت میشد و چاپارها مسافتی در حدود 2400 کیلومتر را در مدت 15 روز طی می‌کردند. داریوش با اینکه مدیر لایق و کارآمدی بود ولی در این حال اشتیاق زیادی به جنگاوری و فتح سرزمین‌های جدید داشت. برای همین به تسخیر جنوب روسیه مبادرت کرد، اما مجبور شد که از رود دانوب برگردد. در هر صورت تراس را به خاک ایران ملحق کرد و مقدونیه را مطیع و منقاد ساخت. بعدها قشون فارس از کنار فلات ایران نیز گذشتند و ایالات پنجاب و قسمتی از سند را نیز تصرف کردند. داریوش در یکی از جنگ‌های خود با یونان شکست خورد. احتمال می‌رود که وی به این شکست اهمیت چندانی نداده باشد، ولی جنگ ماراتون برای یونانی‌ها از جمله خاطرات فراموش نشدنی است. ایرانی ها مدعی بودند که آتنی ها و ارتریان ها یونانیان آسیای صغیر را به طغیان و تمرد تحریک کردند. هرچند این طغیان بالاخره به ضرر متمردین تمام شد، ولی شورشیان در آغاز کار خود موفق به تسخیر سارت شدند. از همین رو داریوش تصمیم به سرکوب آتنی ها گرفت و چون در این هنگام اختلافات چندی در آتن به ظهور رسیده بود، به کسب موفقیت اطمینان داشت. ولی ایرانی ها به اشتباه نخست همه وقت خود را صرف سرکوب دولت ارتریا کردند و بدین وسیله آتنی ها فرصت یافتند خود را در مقابل دشمن مجهز کنند و آماده جنگ شوند. آتنی ها با شجاعتی فوق العاده در مقابل ایرانی ها مقاومت کردند و در خلیج ماراتون آنها را شکست داده مجبور به عقب نشینی کردند. البته هنوز شکست ایرانی ها قطعی نشده بود، ولی این جنگ ماراتون در روحیه سربازان آتنی تأثیر زیادی گذاشت، آنچنان که ما فوق آن متصور نیست. داریوش در 485 قبل از میلاد درگذشت. وی همچون کوروش دارای صفات نیک و کیاست فوق العاده بود و حتی یونانی ها که بزرگترین دشمن او بودند نامش را با تجلیل و احترام ذکر کردند. اعتقاد به دین زرتشت بود که کوروش و داریوش را صاحب چنین صفات نیکو و خصال پسندیده‌ای کرده و آنان را از نظر اخلاقی بر پادشاهان بزرگ سامی برتری داده بود. زرتشت این پیامبر بزرگ شاید قبل از داریوش و در قرن هشتم قبل از میلاد قدم به عرصه وجود گذارده باشد. این موضوع همچنان در میان مورخین علوم گوناگون مورد بحث و بررسی است. او مردم را به ستایش اهورامزدا خدای بزرگ موعظه می کرد. بر حسب مندرجات گاتها کلمات و اندرزهای زرتشت بدون دگرگونی به ما رسیده است.
زرتشتی ها در مقابل اهورامزدا به وجود اهریمن یا روح شریری اعتقاد دارند که قادر است مدت زمانی کوتاه اهورامزدا را از وصول به هدفش باز دارد. در آموزه های زرتشت موضوع مبارزه روح پاک و روح خبیث از مهمترین مباحث به شمار می رود. زرتشتی ها باید به سگ محبت کنند چون پاسبان گله و رمه است و ضمناً منافع انسان را حفظ می کند و هرگز نباید این حیوان را به قتل برسانند، زیرا گناه کشتن سگ با آدم کشی یکسان و برابر است. ولی از حیواناتی نظیر مورچه که دانه و قله را به سرقت می برد و سوسمار و وزغ و مار و مگس و غیره باید متنفر باشند. مطابق آموزه های زرتشت، قیامت برای پاداش نیکوکاران و کیفر اعمال بدکاران مقرر شده است و در روز بازپسین اهورامزدا از نیکوکاران همچون مهمان پذیرایی می کند و اشخاص فاسد را به دوزخ برای نوکری اهریمن می فرستد. نفوذ دیانت زرتشت در آیین یهود و به شکلی غیر مستقیم در مسیحیت زیاد است و بی تردید به واسطه نفوذ همین دین بود که ایرانیان در روزگار باستان معتقداتی عالی تر از معاصرین خود پیدا کرده بودند. جانشین داریوش خشایارشا که در کتاب استر اخشبروش نامیده شده، در ابتدای رسیدن به قدرت وقت خود را صرف سرکوبی متمردین و شورشیان مصر و بابل کرد. او با بابلی ها به قدری با خشونت رفتار کرد که کسب و تجارت آن محل دچار رکود شد و دیگر رو به بهبودی نرفت. خشایارشا به خاطر روح تنپرورش تمایل چندانی به جنگ با یونانی ها نداشت، لیکن ماردینوس که یکی از بستگان او بود و در تراس حکمرانی می کرد دائما پادشاه را به این کار تشویق می کرد و می گفت آبروی ایران در یونان در معرض خطر قرار دارد. پس به همین منظور برای جمع آوری قوای فراوان جهت اعزام به یونان فعالیت گسترده‌ای صورت گرفت. خوانندگان محترم در کتاب هرودوت خواندند که چگونه لئونیداس ترموپیل را حفظ کرد و شهرت فوق العاده ای به دست آورد و قشون بیشمار ایران چگونه ایالت اتیکا را در معرض تاخت و تاز قرار داد. یونانی ها نیز که نخستین دریا نوردان معروف دنیا بودند، هم در آب و هم در خشکی قادر به جنگ بودند. بنابراین عزم کردند ایرانی ها را در دریا مغلوب کنند. در 480 قبل از میلاد در سالامیس جنگ بزرگی به وقوع پیوست. در بد به امر عده کثیر ایرانیان یونانی ها را به وحشت انداخت، ولی چون اهالی یونان همگون بودند و ضمناً رشادت و شجاعت فوق العاده‌ای داشتند، پیروز شدند و نفرات بیشمار سپاه ایران را شکست دادند. برخی جنگ سالامیس را آخرین جنگ قطعی تصور می کردند، ولی این طور نبود. ماردینوس از پادشاه ایران اجازه خواست تا چند گروه از قشون ایران را گلچین کرده و ریاست آنها را بر عهده گیرد تا موفق به فتح یونان شود. پادشاه ایران پذیرفت و خود به منظور عیاشی و خوشگذرانی به ایران مراجعت کرد. یونانی ها در 479 قبل از میلاد در پلاته ماردینوس را مغلوب کردند. جنگ معروف مایکال نیز در همین زمان اتفاق افتاد و نفوذ و اقتدار ایرانی ها را در میان یونانیان آسیای صغیر متزلزل کرد. بسیاری از نویسندگان معتقدند که شکست ایران از یونان باعث اضمحلال آن دولت شد، ولی این موضوع از حقیقت خیلی دور است. شکی نیست که در این جنگ تلفات و خسارات مادی و معنوی زیادی به دولت ایران وارد آمد، ولی تا یک قرن و نیم بعد نیز ایران همچنان نسبت به سایر ملل برتری داشت.
در 460 تا 454 قبل از میلاد آتنی ها به شورش مصر دامن زدند و از شورشیان پشتیبانی کردند. قوای مهم یونان نیز در دریا و خشکی پیروزی هایی به دست آورد، ولی غفلتاً سپاهیان مقتدر ایران در میدان جنگ حاضر شدند و یونانی ها را عموماً دستگیر کردند یا به قتل رساندند. از سوی دیگر رؤسای زیرک قشون ایران نیز یونانی ها را با رشوه فریب داده و آنان را به جنگ با یکدیگر تحریک کردند و بدین طریق پیروز شدند. در حدود 80 سال بعد از جنگ سالامیس، کوروش دوم مدعی سلطنت شد و علیه برادر خود اردشیر خوشحافظه قیام کرد. یونانی ها نیز وی را تقویت کردند و بدین وسیله پیروزی کوروش نزدیک می نمود. او در سارد نفرات خود را جمع کرد و از وسط آسیای صغیر به سمت ترسوس عزیمت کرد. یونانی ها که در آغاز فکر نمی کردند باید از قلب امپراتوری ایران بگذرند، حرکت خود را متوقف کردند، ولی سرانجام حرص غارت و چپاول آنها را به طمع انداخت. اردشیر در مقابل حملات مهاجمین از خود دفاع نکرد و اجازه داد تا آنان از فرات بگذرند و وارد بابل شدند. کوروش هنگام ورود به بابل فکر کرد برادرش فرار کرده است، ولی گرد و غباری که از دور پدیدار شد وجود سپاهیان فراوانی را وعده داد. یونانی ها در جناح راست نفرات مقابل را شکست دادند، در حالی که اگر به گفته کوروش عمل می کردند و به قلب سپاه، همان نقطه‌ای که پادشاه قرار داشت، حمله می بردند، کار یکسره می شد. کوروش فقط با 600 سوار با کمال رشادت به 6000 نفری که اطراف پادشاه بودند حمله کرد و فرمانده آنان را به قتل رساند. سپس به اردشیر رسید و اسبش را کشت و خود او را نیز مجروح کرد. در این هنگام دیگر تصور می کرد پیروزی نصیب او شده است، ولی ناگهان زوبینی به نزدیک چشمش فرو رفت و کارش را ساخت. اردشیر که اندکی مجروح شده بود، با آگاهی از مرگ برادر به سپاهیان خود فرمان حرکت داد و بدین ترتیب در جنگ کناک پیروز شد. پادشاه ایران معترض یونانی ها نشد و اجازه داد آنان به وطن خود برگردند. قشون یونان نیز که بالغ بر 10000 نفر می شدند، تحت فرماندهی گزنوفون از جبال آسیای صغیر گذشتند و هنگامی که به آخرین قله کوههای آن حدود رسیدند و چشمشان به آب افتاد، شادی کنان فریاد کردند دوریا دوریا و از آنجا به ترابوزان رفتند و به یونانی ها پیوستند. پس از اردشیر سلطنت ایران رو به ضعف و انحطاط گذارد و به تدریج خواجه سراهای سلطنتی و زنهای درباری زمام امور را به دست گرفتند. در 336 قبل از میلاد داریوش کدومان آخرین پادشاه سلسله هخامنشی به تخت پادشاهی ایران جلوس کرد و در عهد سلطنت او امپراتوری مقتدری که متجاوز از 2 قرن نفوذ و استیلای خود را در دنیای آن زمان بس داده بود، رو به انقراض و اضمحلال گذارد. بله، این نگاهی کوتاه به قسمت سوم تاریخ ایران بود که دیدیم چه اتفاقاتی افتاده. واقعا اینو توجه میکنیم یاد خودمون بیفتیم، ما تو این 40 ساله با جسم ناقص چیکار کردیم؟ واقعا یعنی نمیدونیم این ابا اجدادش کجایی، از کجا اومده، اصلا غیرت، معرفت، مردانگی کجاست؟ این فقط بلده علیه ایران، علیه دین اسلام فعالیت می‌کنه، هیچ کار دیگه بلد نیست. قسمت دیگر رو میشنویم، بازم در خدمت هستیم تا لحظات دیگر. آخرین بخش امروزم که بخش 4 هست، تاریخ ایران رو میشنویم و شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. پس ادامه تاریخ ایران بخش 4.
غلبه اسکندر مقدونی بر ایران، شکستی که اسکندر به پادشاهی بزرگ ایران وارد کرد، یکی از بزرگترین حوادث نظامی است که در تاریخ بشر ثبت شده است. تسخیر سرزمین ایران با این که رو به انحطاط گذارده بود، کار چندان آسانی نبود. ساتراپ‌های آسیای صغیر اقدامات پدر اسکندر را که به دست سردارانش آن نقطه را تسخیر کرده بود، خونسا کردند. نیروی دریایی ایران می توانست میان یونانیان و اسکندر مقدونی تفرقه بیندازد. اسکندر به منظور این واقعه بزرگ، یعنی قشونکشی به ایران، قوایی مرکب از 30,000 پیاده و 5,000 سواره را تجهیز کرده بود که شاید نصف آنها سربازان مقدونی و مابقی عشایر مجاور بودند. یونانیانی که در قشون اسکندر حضور داشتند، سربازان کهنه‌کار مجربی بودند که از زمان فیلیپ سابقه خدمت داشتند و عده آنها نیز معدود و محدود بود. این عده به فرمانده توانای خود اعتماد کامل داشتند و دارای روحیه قابل تمجیدی نیز بودند. انتظام قوای پیاده مرهون زحماتی بود که فیلیپ در این راه کشیده بود و از جهت فعالیت و توانمندی نیز به سایر قوای موجود در آن عصر برتری داشت. نیروی سواره نیز تحت سرپرستی اسکندر به خوبی کار آمد و آزموده شده بود. سپاه اسکندر در بهار 334 قبل از میلاد حرکت کرد. از تراس گذشت و به هاسپنت رسید. در اینجا بخت با اسکندر مساعدت کرد و در این آبهای باریک با کشتیهای دشمن مواجه نشد. سپاهیان اسکندر سستاس و عبیدوس را در منطقه اروپا و آسیا اشغال کردند و بدون هیچ مانعی به طرف آسیا رفتند. بدیهی است که ایرانیان از حملات و تهاجمات اسکندر آگاه شده بودند، زیرا در همان موقعی که وی به طرف شمال پیش روی می کرد، ناگهان در ساحل راست رودخانه کرانیسوس که حوالی سیزیکس به دریای مرمره می ریزد، با قشون مقتدر ایران برخورد کرد که مرکب از 20,000 سوار ایرانی و یک ستون قوای پیاده یونانی بود. رؤسای قشون برای اینکه افتخار شکست مقدونیان را خود ایرانیان احراز کنند، پیاده نظام یونانی را در انتهای سپاه قرار دادند و خود مواضع دست راست رود گرانیکوس را اشغال کردند و دفاع در برابر مقدونیان را به عهده گرفتند. اسکندر نیز پیاده نظام خود را در جناح چپ و عده‌ای سوار را در جناح راست قرار داد. ایرانی ها موقعیت بهتری داشتند و در حینی که سپاهیان اسکندر در تلاش بودند که از طرف راست رودخانه جلو آمده و با نیزه های طویل خود به ایرانی ها حمله کنند، هدف زوبین های کارساز ایرانی ها واقع می شدند. این زد و خورد و پیکار به غایت شدید و سخت بود و دو طرف مهاجم از جان خود گذشته بودند و اسکندر نیز در پرتو رشادت فوق‌العاده کلیتوس به سلامت جان به در برد، ولی بالاخره قلب سپاهیان ایران در هم شکست و سوارهای ایرانی رو به فرار گذاردند و پیاده نظام و سوارهای مقدونی پیاده نظام یونانی را که در استخدام ایران بودند مغلوب و متفرق ساختند. نتیجه این جنگ تسخیر سارد و تسلیم حکومت ضعیف آن بود. اسکندر سریعاً به ساماندهی امور ایالاتی که فتح کرده بود پرداخت و امور مالی و نظامی را از هم تفکیک کرد و برای هر کدام مسئول مستقل و جداگانه‌ای تعیین کرد. تسخیر سارد برای فاتح بزرگ منافع زیادی داشت و اعتبار وی را صد چندان کرد. از سوی دیگر منابع مالیش را نیز تقویت نمود. قدم دوم فتح شهرهای یونانی سواحل آسیای صغیر بود.
پس از آن اسکندر در نظر داشت ایرانیان را از کشتیرانی در آبهایان حدود محروم کند و با زحمات فوق العاده به این مقصود نیز نائل آمد و به واسطه مرگ اردشیر خوشحافظه که پشت قوا بود خطر نیروی دریایی ایران رفع شد. اسکندر احساس می کرد که به زودی نبرد با سپاهیان اصلی پادشاه بزرگ روی خواهد داد، بنابراین از تجهیزات سپاهیان ایرانی در جلگه های شرقی سوریه کسب اطلاع کرد و از میانه آسیای صغیر از همون مسیری که کوروش صغیر رفته بود حرکت کرد. سکنه شهر سیلیسیا مقاومتی از خود نشان ندادند و وی از تاوروس گذشت و وارد ترسوس شد. داریوش سوم با سپاهیان ایران در جلگه های وسیع مشرق ایسوس در کنار خلیج اسکندرون مترصد ورود اسکندر بود، اما هنگامی که اسکندر از سوریه گذشت اطلاع حاصل کرد که داریوش از تنگهی به سمت شمال جلو کشیده و ایسوس را گرفته است، پس فوراً به عقب برگشت تا برای حکم فرمایی بر آسیا وارد جنگ شد. میدان این جنگ جلگه‌ای بود که 2 مایل وسعت داشت و ما بین کوههای بیشمار و خلیج اسکندرون واقع شده بود. این محل برای سپاهیانی نسبتاً مختصر مفید بود، ولی برای 500,000 سپاهی داریوش به قدر کفایت وسعت نداشت و ایرانی ها به دلیل وسعت کم میدان جنگ در مضیقه بودند. از وسط این جلگه نیز رودخانه‌ای به سمت دریا جریان داشت. در قشون ایران 30,000 یونانی، یعنی تقریبا برابر با تمام قوای اسکندر، نیروی مسلح وجود داشت. داریوش در قلب سپاه جای گرفته بود. پادشاه مقدونیه نقشه کنار رودخانه گرانیکوس را پی گرفت و به سپاهیان خود فرمان داد به سمت رودخانه که ایرانی ها اشغال کرده بودند یورش ببرند. سپاهیان داریوش نتوانستند در برابر حملات اسکندر تاب بیاورند و فرار کردند و بدین ترتیب دچار شکست شدند. جنگ ایسوس یکی از جنگ‌های معروف دنیاست که نتیجه قطعی آن بعد از کارزار به خوبی معلوم بود و مقدونیان به خوبی بدین نکته پی بردند که ایرانی‌ها بدون مساعدت یونانی‌ها به درد جنگ نمی‌خورند. اسکندر بعدها تیر را محاصره و فتح کرد و سپس برای تکمیل عملیات خود به خیال فتح مصر افتاد و آن محل را بدون زد و خورد تسخیر کرد. در این هنگام اسکندر باز به سمت مشرق حرکت کرد تا با سپاهیانی که داریوش تازه جمع آوری کرده بود کارزار کند. از جلگه های وسیع بیشمار بدون هیچ مانعی گذشت، از فرات و دجله رد شد و از ساحل چپ دجله به سمت جنوب پیش رفت. آخرین مقاومت داریوش در جلگه وسیعی بود که با خرابه های نینوا چندان فاصله ای نداشت، یعنی در 70 مایلی آربلا که در منطقه ای از عراق معروف به اربیل است. داریوش در این جنگ بیشتر از جنگ ایسوس قشون داشت، ولی عده یونانی ها رو به کاهش گذاشته بود. اسکندر نیز چون وضعیت میدان جنگ را دقیقاً مورد مطالعه قرار داد، از جناح چپ به عزم جبهه ایران پیش رفت. داریوش چندی اعتنا نکرد، ولی موقعی که فهمید مقدونیان به محلی نزدیک شدند که برای حرکت اراده‌های جنگی مشکل دارند، فوراً به سواره‌های پیشتاز قشون فرمان داد تا توأمن با اراده‌ها حمله کنند. سواره‌های ایرانی در ابتدای امر اندک موفقیتی حاصل کردند. داریوش مثل جنگ ایسوس در قلب سپاه جای گرفته بود و حرکت سوارها راهی به طرف این پادشاه گشود. اسکندر نیز یورش آورد و وی مجدداً مقاومت نکرد و از میدان جنگ گریخت.
نخستین غنیمت اسکندر تسخیر بابل و شوش و تصاحب ذخایر ذی قیمت گرانبهای آن دو محل بود. طبعی مانند کوروش معابدی را که خشایارشا خراب کرده بود تعمیر و مرمت کرد. اسکندر از شوش به فلات ایران رفت و پرسپولیس و پاسارگاد پای تخت های سلسله هخامنشی را تصرف کرد. داریوش به پای تخت تابستانی اکباتانا پناه برد و در صدد برآمد خود را برای سومین کارزار آماده کند. ولی وقتی قشون دشمن نزدیک شد، وی به سمت رشته کوههای غربی و بعداً به سمت مشرق در امتداد جاده مشهد فرار کرد. اسکندر اکباتانا و ذخایر فراوان آن را تصرف کرد و به تعقیب شاه ایران پرداخت و سرانجام وقتی به او رسید که وی به دست سرداران خود به قتل رسیده بود. اسکندر پس از مرگ داریوش ناحیه هرات و سیستان را تصرف کرد و سپس از امتداد رود هیرمند گذشت و قندهار را بنا کرد و بعدن نیز از هندوکش گذشته و بلخ پایتخت باکتریا آخرین شهر بزرگ امپراتوری ایران را تصرف کرد. او به این همه قانع نشد و به طرف سرداریا پیش رفت و شهر خجند را بنا کرد. این محل تا مقدونیه به خط مستقیم 3500 مایل مسافت داشت و این نکته هم حاکی از وسعت و عظمت امپراتوری ایران است و هم نشانه مسافت بعیدی است که لشکریان یونان طی کرده بودند. اسکندر در آسیای مرکزی با مقاومت یکی از فرماندهان لشکر خود که در آن ناحیه قدرت زیادی یافته بود روبرو شد، ولی علارغم مقاومت شدیدی که با آن مواجه گردید سرانجام پیروز شد و مجدداً از هندوکش گذشت و عنان عزیمت را به سمت هندوستان برگرداند. مجادله او با پروس که از جیلوم دفاع می کرد شهرت بسیاری دارد. اسکندر از پنجاب بدون مانع گذشت و در صدد بود که در سرزمین گنجیز نیز شهرتی حاصل کند، ولی سربازان وی که مدتها بود از سرزمین و خانواده های خود دور شده بودند طغیان کردند و سرانجام اسکندر ناچار شد طبق درخواست آنان دستور بازگشت دهد. پس کشتی ساخت و به وسیله آن از جیلوم و سند به دریا رسید و از دهنه رود سند از امتداد دریای عربستان به سواحل بلوچستان رفت. در این نقطه هزاران نفر از لشکریان وی تلف شدند و بسیاری از اسباب و لوازم آنان از میان رفت، ولی در هنگام ورود به خاک ایران صاحب منصبان او آذوقه و مایحتاج کافی تهیه کردند و سپاهیان با پیروزی وارد شوش شدند و اسکندر در آنجا به افتخار این لشکرکشی مهم مجالس جشن و ضیافت و عروسی منعقد ساخت و طولی نکشید در 32 سالگی دار فانی را ودا گفت. تشخص و اراده وی به قدری زیاد بود که نفوذ او پس از مرگش نیز به حال خود بر جای ماند. اسکندر نه تنها ایالات و شهرهای متعددی را قبضه کرد، بلکه به واسطه اقتدار قوای نظامی و بیش از آن به واسطه روح عدالت و مدنیت یونانی قیش موفق شد سرزمین‌های تصرف شده را نگهداری کند. سرداران یونانی نیز که دارای همان ویژگی‌های روحی بودند در آسیا و در ایالات دوردست همچون باکتریا سالهای متمادی نسل به نسل حکم فرمایی کردند. لشکرکشی‌های نادرستی که جانشینان اسکندر تنها به منظور هوسرانی مرتکب آن شدند به خوبی ثابت می‌کند که اسکندر چه اراده آهنینی داشت که می‌توانست این قبیل اشخاص را تحت فرمان خود ساکت و آرام نگه دارد. جنگ‌های داخلی مدتی به طول انجامید و خانواده اسکندر در این فاصله به کلی منقرض شدند.
11 سال بعد از مرگ اسکندر، سلوکوس بابل را تسخیر کرد و سلسله سلوکیه را که مدت 2 قرن دوام داشت تأسیس کرد. به دلیل رعایت اختصار در کلام به سلسله سلوکیه نمی پردازم و به همین نکته اکتفا می کنم که آنان چراغ مدنیت یونان را روشن نگه داشتند و تمدن آنان در خاور نزدیک و خاور میانه نیز گسترش یافت و ساکنان این مراکز مهم آسیا در مقابل تهاجمات قبایل وحشی به خوبی ایستادگی کردند. سرانجام سلسله سلوکیه رو به ضعف نهاد و دولت روم در صدد برآمد که جانشین آنان شود. با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو دماوند، بخش 4 به پایان رسوندیم از تاریخ ایران که اتمام سلسله سلوکیان هم شد. تا یک شنبه بخش بعدی تاریخ، شما را به خدای بزرگ ایران اهورامزدا می سپارم و از شما می خوام که بیدار بشیم. از این بیشتر خودمون رو به خواب زدن هم تهدید برای خود ماست، خانواده ماست، فامیل و اقوام و کشوره. پس لطفاً از این خواب خرگوشی بلند شیم. هر کسی مطلب آخر منو یادش بمونه از دماوندیا جایزه میدم، چون میدونم تاریخ ما خیلی دوست نداریم بشنویم. پس تا دیدار دیگر، خدا یار و نگهدار شما.